سلام و عرض ادب خدمت شما دوستای عزیز و گل، وقتتون بخیر باشه. بچه این یه ویدیوی فوق العاده مهم هستش برای کسایی که میخوان از اخبار مطلع بشن، مخصوصا این ویدیو، چون من اینقدر مهم بودن اینا از پای درس بلند شدم با هزاران درس مونده و تا فردا هم فقط وقت دارم که امتحان برم بدم و بخونمشون، اومدم براتون این ویدیو رو ضبط بکنم. یه دونه خبر نیست، چندین خبره یا چندین مورده. لطفا با من باشید. مورد اول، بچه ها میخوام همه رو بگم، از کنکور سراسری، از فرهنگیان، از آموزش پرورش، از ترمیم معدل، از نمرات بالا، از درصدهای بالا، پس لطفا توجه کنید. مورد اول، قرار شده بجز کسایی که توی ویدیو قبلی گفتم روش استخدامی جدید فرهنگیان که وارد دانشگاه فرهنگیان بشن بدون آزمون استخدامی و کسی که نمراتش خیلی توپ و خفن باشه میتونه وارد بشه. حالا برای دیپلم هم اینو گذاشتن ولی معلوم نیست کی اجرا میشه، یعنی گفتن که آقا جون میتونن دانش آموزایی که خیلی نمرشون تاپ تاپ بوده وارد بشن، که صرفا فکر نمی کنم اجرایی بشه و عملی بشه. کارشناسی اگه شما بخوای بری و تموم بکنی و بخوای استخدام بشی اون شدنیه، ولی برای دیپلم بعید میدونم اجرایی بشه، چون صرفا یه نظر داده شده. مورد بعدی، اگر درسی رو در بازه شهریور یا دیماه امسال پاس نکنید، امکان ترمیم در خرداد وجود نداره. یعنی فکر نکنی که مثلا الان بخوای ترمیم بکنی، یعنی بری ترمیم ثبت نام بکنی در حالی که تجدیدی داری، نمیشه. بخوای شهریور سال بعد پاس کنی، نمیشه مگر اینکه تا همین دی ماه امسال، یعنی همین دی که الان توش هستیم، شما درستون رو پاس بکنید، میتونید برای خرداد ما ترمیمش رو انجام بدید. نکته بعدی، ابطال کسر 45% از حقوق دانشجو معلمان توسط دیوان عدالت اداری به تصویب رسید. حالا اینکه مونده اجرایی بشه یا نه فعلا مشخص نیستش، یعنی همیشه 45% حقوق دانشجویان فرهنگیان کسر میشد که اون رو ابطال کردن، یعنی پول بیشتری به دانشجوها میرسه. مورد بعدی، چند تا نکته میخوام بهتون بگم. بچه ها من سوالات کنکور سالهای اخیر رو که داشتم بررسی میکردم برای بچه های مشاورمون، همین برنامه هفته بعدشون فقط کنکوره و آزمون های کنکور رو میزنن، داشتم بررسی میکردم، متوجه شدم که درصد شباهت یک سری از تست ها همچنان یکیه. یعنی من تجربی و زبانه که اومدم بررسی کردم، متوجه شدم که درصد شباهت شاید بگم 20% تست ها شبیه همه، خیلی بالاست شباهتش. به خاطر همونه میگم برو کنکور دیماه سال 400 و چند بود؟ یک بود؟ دو بود؟ برو سراغ کنکور تیرما، برو سراغ کنکور دیما، همه اینا رو مطالعه بکن. کنکور 1402 رو، یا بهتره بگم دی 1401 که مال همون 402 بود و تیر 1402، و کنکورهای سالهای قبلش هم مطالعه بکن، یعنی سال 400 و 401 به بعد مطالعه بشه، به شدت میتونه توی کنکورتون تاثیر مثبت داشته باشه. من برای بچه ها از کنکور سال 90 شروع میکنم، نمیام بگم بیا فعلا 401 و 400 رو بزن، نه اینطوری نیست، از 90 براشون شروع میکنم که بتونن تست ها رو بزنن، چون شباهتی که از کنکور 90 تا کنکور 402 وجود داره شاید به 30% 35% برسه، خیلی بیشتر. این که میگم شباهت واقعا عین همن، فقط یه سری چیزا تغییر پیدا کرده، و حتما حتما بچه این مورد رو به خاطرتون بسپارید.